در پی تشدید بمباران‌های هوایی اسرائیل در جنوب و شرق لبنان، هزاران خانواده لبنانی و سوریه‌ای برای نجات از درگیری‌ها به سمت مرزهای سوریه سرازیر شدند. این موج پناهندگی جدید در حالی اتفاق می‌افتد که لبنان هنوز میزبان بیش از 1 میلیون پناهنده سوری است. اما اکنون لبنانی‌ها خود به دنبال پناه در کشور جنگ زده هستند. همکارم در گزارش خود این رخدادها را روایت نموده که با هم می‌بینیم. در پی افزایش درگیری‌ها و بمباران‌های هوایی اسرائیل در جنوب و شرق لبنان، هزاران خانواده لبنانی و سوریه‌ای در تلاش برای فرار از این بحران به سوریه پناه بردند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تاکنون هزاران نفر به مرزهای سوریه رسیدند و انتظار می‌رود این تعداد افزایش یابد. به گزارش منابع محلی، صدها نفر از شهروندان لبنانی کشته شدند که 1/4 آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. از روز دوشنبه صف‌های طولانی اتوبوس و خودروها در مرز سوریه تشکیل شده و برخی خانواده‌ها به دلیل ازدحام مسیر خود را پیاده طی می‌کنند. در نقطه مرزی جدیده یابوس، امدادگران به پناهجویان آب و غذا و پتو توزیع کردند. در حالی که لبنان هنوز میزبان بیش از 1 میلیون پناهنده سوری است که از جنگ داخلی این کشور گریختند، هجوم کنونی لبنانی ها به سوریه تغییر شرایط قابل توجهی را نشان می دهد. این درگیری ها بسیاری از لبنانی ها به ویژه ساکنان دره بقا را مجبور به ترک خانه های خود نموده. بسیاری از خانواده ها از دادن اطلاعات خود به خبرنگاران امتناع می کنند. برخی از آنها به دلیل ترس از بمباران و شرایط ناامن ترجیح می دن اطلاعات شخصیشان منتشر نشود. به رغم جنگ جاری در سوریه، برای بسیاری از لبنانی ها سوریه امن‌ترین مسیر خروج از این بحران است. از سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای شریفی نژاد، سلام و عرض ادب. آقای شریفی نژاد، با توجه به تشدید درگیری‌ها و هجوم پناهجویان لبنانی به سمت سوریه، به نظر شما جامعه جهانی و کشورهای اسلامی چه نقشی در کمک به حل این بحران انسانی باید ایفا کنند؟ بفرمایید. بخیر از مال خدمت شما مهدی عزیز، دوباره در یک شرایط بحرانی من دارم با شما مصاحبه میکنم. در شرایطی که در تقریبا ساعت 6:30 به وقت محلی اسرائیل با 20 بمب سنگین شکن مقر دفتر اصلی حزب الله لبنان رو در نزدیکی فرودگاه بیروت مورد هدف قرار داده و اوضاع در بیروت اوضاع فوق‌العاده‌ای هست. دارم با شما صحبت میکنم. در شرایطی هستیم که تا به امروز بیش از 700 کشته و 2600 زخمی رو ما در لبنان داریم گزار میکنیم. این حجم از انتقال افراد به کشورهای مختلف از جمله سوریه و عراق و ایران در حال گسترش هست و این نشون دهنده این است که بحران و جنگ در خاورمیانه از راه حلی که کشورهای اسلامی به اصطلاح و مجامع اسلامی خودشون مدافعان اصلی حقیقی اسلام میدونن به دور بوده و بیشتر بازی‌های سیاسی است تا کارهای عملی. مهمترین راهکار عملی این است که کشورهای اسلامی خودشون مدعی این مسئله میدونن طرح کامل رو برای آتش‌بس مطرح بکنن و انتشار بیارن به تمام طرفین درگیری که این آتش‌بس اتفاق بیفته. کشورهای مثل امارات متحده عربی، سعودی‌ها، بحرین و کویت باید این بازیگری رو انجام بدن که متأسفانه انجام نمیدن و بیشتر طرف اسرائیلی هستن تا طرف مسلمانانی که در لبنان، سوریه و فلسطین دار و کشتار هستن. بله، با تشکر از سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.